افزایش ناگهانی قیمت بنزین و سه برابر شدن اون، صدها هزار نفر در سراسر ایران به خیابان‌ها اومدن. در تقریبا در تمامی استان‌ها این اعتراضات جریان داشت و حداقل در ده‌ها شهر در استان‌های مختلف اونطوری که ما می‌بینیم مردم خیابان‌ها رو بستن، پمپ بنزین‌ها رو بستن، سعی کردن اعتراضشون رو به شکل‌های مختلف بیان کنن. و بر اساس تحقیقاتی که سازمان ما عدالت در ایران انجام داده، از همون ساعت‌های اولیه بعد از اعتراضات ستادی در وزارت کشور تشکیل شده بود، یعنی در واقع شورای امنیت کشور در وزارت کشور تشکیل شده به ریاست وزارت کشور و با عضویت تعداد بسیار زیادی از مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی، از سپاه، نیروی انتظامی، مجلس و سایر نهادها و به قضایه نماینده اونجا حضور داشتن. بعد همون اولین ساعت بعد از اعتراض که به گواهی تمامی فیلم هایی که از اون ساعت‌های اولیه و روزهای اولیه و حتی بعدش هم وجود داره، اعتراضات کاملا مسالمت‌آمیز بود، تصمیم گرفته شد در شورای امنیت کشور که یک، به روی معترضان آتش گشوده بشه و شلیک بشه بهشون، و دو، اینکه اینترنت قطع بشه برای اینکه هم رابطه بین معترضان با دنیای خارج قطع بشه و جهان متوجه نشه که قطعامی در ایران در جریانه، و همین که خود معترضان در شهر مختلف باز نتونن از طریق فیلم ها، ویدیو ها یا پیام ها با همدیگه در ارتباط باشن و بشن اعتراضات رو ادامه بدن. این دو استراتژی، یعنی کشتن معترضان، شلیک اونها و کشتن معترضان و حتی شهروندان و کسانی که داشتن از اون صحنه تظاهرات عبور میکردن از یک طرف، و همینطور قطع اینترنت، پایه های یک سرکوب بسیار گسترده رو فراهم کرد که در عرض کمتر از 5 روز کلیه این اعتراضات در واقع خاموش شد و در نهایت اون چیزی که الان ما میدونیم، صدها معترض و همینطور شهروند عادی و رهگذر کشته شدن، هزاران نفر زخمی و زندانی شدن و برخی از کسایی که سال گذشته در آبان 98 زندانی شدن، امروز در آبان 99 هنوز در زندان هستن، برخیشون به مجازات مرگ محکوم شدن و هر لحظه ممکن اجرای حکمشون فرا برسه. در این شرایط با وجود اینکه از یک طرف به دلیل شجاعت شهروندانی که نه تنها اعتراض کردن بلکه از اعتراضات فیلم برداری کردن و اونها رو در شبکه‌های اجتماعی خودشون منتشر کردن یا برای رسانه ها فرستادن و به این ترتیب مدارک مستند و غیر قابل انکاری از شلیک به شهروندان توسط ماموران انتظامی، نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و همینطور ماموران اطلاعات به دست ما دادن، از اون طرف مدارک و اسنادی که بر اساس اظهارات مقامات رسمی وجود داره که هیچ کدوم انکار نکردن شلیک رو، فقط سعی کردن که توجیهش کنن، بگن که در واقع معترضان قصد جان و خطر جانی و تهدید جانی ایجاد کردن برای بقیه و به همین دلیل کشته شدن، و یا اینکه روایت های مخدوش و غیر واقعی و جعلی رو ارائه دادن از بحث شلیک. با وجود همه این اسناد و مدارکی که وجود داره و با وجود اینکه سازمان های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر از لحظه اول بعد از اعتراضات، از لحظه که همه ما متوجه شدیم که چگونه معترضان رو به خاک و خون کشیدن، خواستیم از جامعه جهانی که یک سازمان ملی کمیسیون تحقیق مستقل انجام تشکیل بده برای رسیدگی به این وقایع و همینطور برای پاسخگو کردن عاملان عاملانش، و دو، اتحادیه اروپا و سایر نهادهای کشورهایی که مکانیزم‌هایی دارن برای پاسخگو کردن افرادی که در نقض حقوق معترضان آبان نقش داشتن، از جمله مکانیزم‌های مثل تحریم‌های حقوق بشری یا قوانینی که افراد مشخصی رو که در نقض حقوق بشر دست داشتن ممنوع سفر می‌کنن، اگه اموالی دارن مصادره می‌کنن یا سایر مجازات‌های بین‌المللی رو برشون وضع می‌کنن. همونطور که گفتم، سازمان‌های حقوق بشری خواستار اعمال این دو روش شدن از جامعه جهانی برای برخورد با عاملان و عاملان فجایع آبان ماه 98 و اینکه
خانواده های کشته شده من به خصوص اولا یک کمی درد و زخمشون التیام پیدا بکنه، ولی متاسفانه تا همین امروز میبینیم که جامعه جهانی خودداری کرده از انجام هر گونه اقدام موثر، و از اون طرف در داخل ایران هم خانواده هایی که شکایت کردن با تهدید بالا به سکوت شدن. بسیار از خانواده ها به دلیل و تحت سیاستی که توسط خامنه ای تصویب شده، رهبر جمهوری اسلامی تصویب شده، که در اون با تهدید، با فشار، با تصمیع حتی خانواده ها رو وادار کردن که بپذیرن که فرزندانشون که به عنوان معترض در ارتباط کشته شدن معترض نبودن بلکه شهید محسوب میشن، به خاطر اینکه توسط یک نیروهای معاندی که ما نمیدونیم کی بودن یا چی بودن کشته شدن. و به این ترتیب با سیاست شهید سازی یا شهید کردن، شهید نامیدن در واقع معترضان، اساسا هویت اونا رو به طور کامل از بین بردن و امکان ایجاد هر گونه دادرسی عادلانه، دادخواهی و همینطور پاسخگویی عاملان عاملان رو کاملا از بالا و با این دستوری که خامنه ای تصدیق کرده از بین بردن. از اون طرف در داخل ایران متاسفانه جامعه جهانی هم تا همین امروز هم که گفتم از هر اقدام موثر خودداری کرده، و به همین دلیل امروز در سالگرد اعتراضات آبان اون کاری که بر عهده ماست، اون کاری که سال گذشته بر عهده ما بوده هنوز بر عهده ماست، که سعی کنیم که با هر روشی که میتونیم دادخواهی خانواده ها رو صداشو به گوش جهانیان برسونیم و مسئولان چه نهادها و چه افرادی رو که مسئول کشتن معترضان بودن، مسئول بازداشت و شکنجه اونها بودن، مسئول صدور حکم اعدام برای اونها بودن، مسئول زخمی کردن اونها بودن و مسئول سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز بودن رو پاسخ بکنیم. Virtual event on the anniversary of mass protests in Iran in November 2019. منصورنیا دانشجوی دکترای دامپزشکی در روز 25 آبان ماه 98 در کرمانشاه توسط نیروهای یگان ویژه از پشت هدف گلوله جنگی قرار گرفت. قبل از اینکه برهان جونش را از دست بده به مدت 34 ساعت با مرگ دست و پنجه نرم کرد. به گفته یکی از آشنایان نزدیک برهان، نیروهای یگان ویژه شروع به تیراندازی به سمت مردم کردند و در این تیراندازی ها 3 نفر تیر خوردند که 2 نفر از اونها در جا کشته شدند و 1 نفر زنده موند که اون هم برهان بود. نیروهای یگان ویژه شروع به تعقیب مردم می کنند و کسی حواسش به برهان زخمی نبوده، تا اینکه یکی از اهالی دولت آباد برهان رو با خودش به منزل شخصیش میبره و از اونجا با موبایل برهان با برادر بزرگترش تماس میگیره و میگه که برهان تیر خورده و به کمکش بیاین. پس از مرگ برهان و در کالبد شکافی های صورت گرفته، تمامی شکم، پشت، صورت و گوش های برهان رو شکافته بودن تا اینکه بتونن بهانه دیگه‌ای برای مرگ برهان پیدا بکنن. تا کنون هم هیچ گزارش پزشکی قانونی به خانواده برهان داده نشده. زمانی که جسد برهان رو می‌خواستن به پدر و برادرانش تحویل بدن، از اونها تعهد می‌گیرن که در مورد اون چه که بر برهان گذشته حق هیچ گونه اطلاع رسانی ندارید و نمیتونید با هیچ رسانه‌ای در مورد این موضوع صحبت بکنید، به جز مادر برهان، پدر و برادرانش و اعضای خانوادهش چندین بار احضار شدند و از اونها سوال‌ها و بازجویی‌های تکراری شد. مادر برهان از این میترسه که بلایی به سر 3 پسر دیگرش بیارن. برهان یکی از هزاران جانباخته اعتراضات آبان ماه است.